به حال انقلاب دموکراتیک مردم ایران امروز دیگه جهانی رو تحت تاثیر قرار داده خیلی جالبه که امروز که اول اکتبر هست مصادف شده با در واقع سالگرد قیام مردم عراق و مردم عراق هم بار دیگه امروز توی خیابون ها اومدند انقلابیون عراق هم اعلام کردن الان که مردم ایران دارن سر افعی رو توی تهران هدف قرار میدن ما هم به صحنه اومدیم تا این بساط ظلم و بیداد رو توی کل این منطقه ریشه کنیم به فضای مجازی کشورهای مختلف از اوکراین، لبنان، فلسطین، سوریه و کشورهای دیگه هم نگاه بکنید همگی متاثر هستند از انقلاب دموکراتیک مردم ایران که در جریان هستش. در این بخش هم به گوشه از بازتاب‌های جهانی این حرکت سراسری مردم ایران می‌پردازیم. به طور مثال سایت ویگور تایمز نوشت که تظاهرات شجاعانه مردم ایران علیه رژیم وحشی تهران همزمان با وضعیت نابسامان سلامت ولی فقیه یعنی علی خامنه‌ای قدرت رژیم ایران رو داره بیشتر از همیشه تضعیف میکنه حتی ممکنه یک ضربه از پا وارد بکنه داریم یکی این قیام میتونه ضربه نهایی باشه برای این رژیم خبرگزاری فرانسه خبر مجازات سرکرده اطلاعات سپاه در سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد و نوشت که در بیانیه سپاه پاسداران آمده است که سرهنگ حمید رضا هاشمی افسر اطلاعاتی سپاه بر اثر جراحات وارده درگذشت یعنی به به قول ما 54 کشور هم گفتند در بیانیه مشترکی از مقامات رژیم ایران خواستند در واقع که از خشونت علیه معترضان که از حقوق مشروع خود برای آزادی عقیده و بیان استفاده کردند نباید استفاده کنه خواستار پایان دادن به این خشونت شدند و همشه این خواستار پایان دادن به تبعیض علیه زنان بودند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل ملل متحد هم در پاسخ به سوالی در رابطه با واکنش سازمان ملل در مورد دستگیری اتباع خارجی در جریان اعتراضات در ایران گفت که مردم با هم فرقی ندارند بنابراین من فکر میکنم افرادی که به طور خودترانه دستگیر شده اند صرف نظر از ملیتشان باید آزاد شوند یعنی این شامل مردم ایران هم میشه صحبت ایشون و اما میرین سراغ جک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که اون گفته ما بیرحمی و سرکوب علیه شهروندان و زنان شجاع ایران را کماکان محکوم می کنیم. شهروندانی که صرفا برای مطالبه حقوق و کرامت انسانی خود و ادالت خواهی می جنگند. ما کماکان در کنار آنها میستیم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزرای خارجی آمریکا و کانادا هم ملانی جولی وزیر خارجه کانادا گفت که مردم در سراسر ایران در حال حاضر در خیابانها به قتل غمنگیز محسا امینی اعتراض می کنند البته باید به این خانم کرد که دیگه اعتراضات از این موضوع گذشته ولی به هر حال گفته کانادا با اونها درود میفرستد و ما میخواهیم به همه بگوییم که در گفتن اینکه حقوق زنان حقوق بشر است در کنار آنها هستیم رژیم ایران سابقه طولانی در نقض سیستماتیک حقوق مردم دارد و آنها همچنان به آزار و اذیت مردم ادامه میدهند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در همین کنفرانس از جمله اظهار داشت که وقتی میبینیم که دولت ایران به معترضان مسالمت‌آمیز شلیک میکند و سپس دسترسی مردم به اینترنت جهانی را قطع میکند ما فقط این را تماشا نمی کنیم. ما در پاسخ اقدام می کنیم و ما سراغ عفه بین الملل میریم عفه بین اعلام کرده که بالاترین ارگان نظامی رژیم ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در تمام استانها دستور داده است تا با معترضانی که به خیابان ها سرازیر شدند به شدت مقابله کنند اما ما اینجا اضافه می که نتیجه این دستور این شد که امروز دیدیم که در همه شهرها پرقدرت بچه اومدن توی خیابون اما به هر حال اعلام کرده که مقامات ایران آگاهانه تصمیم گرفتند به افرادی که برای ابراز خشم خود نسبت به دهه ها سرکوب و بیادارتی اعتراض کردند آسیب برسانند آنها را بکشند در میان مسئولیت های سیستماتیک دهها مرد زن و کودک به طور غیرقانونی قانونی در آخرین دور خونریزی ها کشته شدند کلودیا تنی عضو کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا هم گفت که حداقل 76 ایرانی در هنگام تظاهرات علیه وحشیگری و نقض حقوق بشر رژیم ایران کشته امروز من یک قطنامه دو حزبی و دو مجلسی را رهبری کردم که از آن ایرانیان شجاعی که خواستار آزادی و عدالت بودند قدردانی کرد. یعنی ایشون مبتکر ارائه یک قطنامه بودند توی کنگره آمریکا. کمیته رابط خارجی سنای آمریکا هم اعلام کرد که گروهی از قانونگذاران از هر دو مجلس از قطنامه راجع به اعتراضات ضد رژیم در ایران پرده برداری می کنند. این قطنامه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که علیه نقض حقوق بشر رژیم ایران موضع کنند و خواستار ادامه تلاش ها برای حسابرسی از این ناقضان از جمله از طریق تحریم های هماهنگ بیشتر می شود. اون طرف تو برجام دارن سر لغو تحریم ها صحبت می کنند. این طرف به خاطر نقض حقوق بشر تحریم های جدید و براشون می فرستند. بر حال این نظرتون گذشت گوشه ای بود از بازتاب انقلاب دموکراتیک مردم ایران در رسانه ها و شخصیت های جهانی ما در برنامه سیمای به بخشی از این بازتاب خواهیم پرداخت و اما با خیلی زیاد هست و ما اینجا منتخبش رو در این گزارش با هم مرور کردیم